درود بر همه دوستان با بخش دوم بررسی کتاب اساطیر ایران باستان نوشته جان راسل هینلز در خدمت شما هستیم در بخش قبل نگاهی کردیم به خود نویسنده کتاب مترجمان و به امشاسپندان نگاهی کردیم حتما اگر اون قسمت رو ندیدید نگاهی به اون قسمت بیندازید در این قسمت به صورت خیلی فشرده شده نگاهی میکنیم به تاریخ حخامنشیان اشکانیان و ساسانیان و همچنین منابع اساتیری رو بررسی میکنیم خیلی نکات قشنگ و آموزنده ای داره که با تاریخمون آشنا میشیم حتما این قسمت رو دنبال کنید خب دوستان گرامی در صفحه 13 کتاب یک تصویر اومده نماد بالدار اهورمزدا همین تصویری که دارید اینجا مشاهده میکنید البته من عکسش رو آوردم بیرون و به صورت مستقیم در آوردم که در اینجا میتونید ببینید این نماد بالدار اهورمزداست که در صفحه 13 اومده بعد داشتم دنبال یک عکس با کیفیت تر از این میگشتم یادم اومد که خودم در تخت جمشید یه عکسی دارم زیر نماد بالدار رهور مزدا و اینجا اگه مشاهده کنید اینجا این نماد رو به خوبی میتونید ببینید نماد بالدار اهورمزدا هست در تخت جمشید و این نماد در اینجا در این عکس من هم پیداست به هر حال هم تجدید خاطراتی شد با زمانی که در ایران بودم و به تخت جمشید میرفتم و هم این نماد رو خواستم دوباره با کیفیت بیشتر به شما نشون بدم که چگونه روی تخت جمشید حکاکی شده است خب ادامه بدیم ادامه کتاب رو تا اونجا رسیدیم که هفت نامیرای مقدس رو بیان کردیم و کمی هم درباره زرتوش صحبت کردیم به نامیرایان مقدس چی میگفتیم دوستان امشاسپندان یا امشاسپندان از همون سپند گرفته میشه بریم ادامه کتاب رو بخونیم تعلیمات زردوشت نخست مخالفت زیادی را برانگیخت اما زمانی که موفق شد یکی از فرمان روایان محلی به نام ویشتاسپه یا همون گشتاسپ به دین خود درآورد گسترش دین زردشتی آغاز گشت نمیدانیم که این دین چه زمانی دین دربار شاهان حخامنشی شد امپراتوری بزرگ ایران حخامنشی را کورش کبیر بنیان نهاد که در آغاز فرمانروای قلمروی کوچکی به نام آنشان در جنوب غربی ایران بود وی پس از فتح مصر و لیدی در آسیای صغیر و لشکرکشی به سوی هند در شرق توجه خود را به امپراتوری نیرومند بابل معطوف داشت. بریم نگاه کنیم ببینیم این منطقه آنشان اصلا وجود داره کجا بوده که کورش بزرگ قلم رو فرمان خود را در اون منطقه بنیان نهاده وقتی نگاهی به دانشنامه آزاد ویکیپدیا میکنیم آنشان یا آنزان ایزه ای امروزی ناحیه مهم در ایران باستان بوده که در سالهای 558 پیش از میلاد محل پادشاهی کوروش بزرگ بوده و پیداست این مردم ایزه چه میزان دلاور هستند و چه میزان جنگاور هستند این به پیشه باستانی اونها برمیگرده پادشاهی کورش بزرگ کورش دوم در شمال غرب پارس به مرکزیت آنشان آغاز شد وی پایتخت هخامنشیان را چند سال بعد به شوش انتقال داد در منطقه ایزه که بزرگراه آنشان است مجتمعی از چندین دره و دشت در هم رفتند در حدود هزار سال قبل از میلاد آنشان همچنین یک منطقه دیوار مانند به طول 200 هکتار داشت یه منطقه دیوارمانند به طول 200 هکتار خیلیه که همچنین تعداد روستا در آن حوالی وجود داشت رو نقشم دوستان به شما نشون بدم که آنشان کجا بوده است بله این منطقه رو میگفتن آنشان ببینید این منطقه منطقه آنشان بوده روی نقشه اگر دقت کنید چه خوب شهر ما داخلش هست اون بالا شیراز و کلا استان پارس درونش هست قسمت های از بوشهر و تا اینجا قسمت های از خوزستان تا ایزه این منطقه آنشان بوده محل ظهور امپراتوری هخامنشی و محل فرمانروایی کوروش بزرگ بخونیم دوستان ادامه کتاب رو امپراتوری بابل به علت آن که دوچار اختلاف و انحطاط اخلاقی بود بدون نشان دادن مقاومتی دروازه‌های خود را به روی فاتحان گشود مقاومت هم مثلا میتونستن بکنن در مقابل لشکر کوروش بزرگ سرزمین های ایران برای نخستین بار متحد شدند و مردی ایران را به یکی از بزرگترین امپراتوری هایی که جهان تا کنون شناخته است مبدل کرد سیاست کوروش و جانشینان او نسبت به اقوام زیردست سیاست تسامح بود. این اقوام به حد قابل توجهی از خود برخورداری داشتند و مجاز بودند که دینهای خود را داشته باشند. گرچه کوروش بزرگ امپراتوری حخامنشی بود اما نظم دهنده بزرگ آن داریوش که در سالهای 486 تا 501 قبل از میلاد ایشون وجود داشتن بود. شاید او مردی یاقی بوده است در این مورد یقین نداریم اما مسلما او رهبر نظامی و مدیر بزرگی بوده است از آنجا که او پیرو پرشور راستی و عدالت بود مجموعه قوانینی برای امپراتوری خود تدوین کرد داریوش علاوه بر کاخ بزرگی در تخت جمشید کتیبه های بسیاری نیز از خود در تاریخ به یادگار گذاشته است در این کتیبه ها وی استنباط خود را از مقام خیش به عنوان شاه بیان می دارد داریوش پیوسته به این امر اشاره می کند که به لطف اهور مزدا شاه است اهور مزدا که به او توفیق میبخشد همه کسانی که با شاه به مخالفت برمیخیزند پیروان دروغ هستند کلا داریوش بزرگ یک دشمنی عجیبی با دروغ داشته بسیاری برانند که, دا... که, از این کتیبه ها چنین برمی آید که زمان داریوش تعلیمات زردوش در امپراتوری هخامنشی نفوذ کرده و شاه خود بدان گرویده بود گرچه در این کتیبه ها به بعضی از تعلیمات اصلی زردشتی مانند امشاسبندان اشاره ای نمی شود اما عقاید دینی شبیه به عقاید پیامبر بزرگ از آنها استنباط می گردن. در دوره فرمانروایی داریوش و جانشین او خشایارشاه شاه بود که تاخت و تازهای معروف بر یونان انجام گرفت و اولین ماراتون به اجرا درآمد. در اواخر فرمانروایی روایی خشایار شاه سال 465 قبل از میلاد قدرت نظامی ایران رو به کاهش گذاشت تا اینکه صد سال بعد با ظهور اسکندر کبیر نیرومند این امپراتوری سقوط کرد امپراتوری شاه شاهان به ظاهر در جزر و مد هلنیسم غرق شد با این همه ایران نیز تأثیر نچندان کم در فاتحان خود گذاشت حالا درباره هلنیسم دوستان بحث شد احتمالا خیلی از شما نمیدانید که هلنیسم چیست بریم نگاه کنیم ببینیم هلنیسم چی هست طبق تعریف اینجا آمده است که دوران هلنی از لشکرکشی اسکندر به شرق آغاز می شود و از فتوحات او تا استقرار سلطه روم تا آسیای صغیر و مصر به طول می انجامد از قرن سوم قبل از میلاد تا اول میلاد با درآمیختگی تمدن شرق و غرب یونان و خاور میانه این دوران هر روز شکوفاتر میگردد برای نخستین بار یک تاریخدان آلمانی در سال 1836 میلادی واژه هلنیسم را به کار برد و پس از آن این نام به دوره ای از تاریخ سیاسی و فرهنگی و هنری یونان که مشخصه آن پدید آمدن دولت ها در مناطق امپراتوری یونان پس از مرگ اسکندر بود اطلاق گردید خب حالا میریم سراغ روی کار آمدن اشکانیان دوستان در قرن سوم قبل از میلاد نبرد برای استقلال آغاز شد و در حدود سال 150 قبل از میلاد امپراتوری اشکانیان به فرمانروایی مهرداد سر برآورد. اشکانیان اهل شمال شرق ایران بودند نه از فارس. در مراحل اول فرمانروایی خود از استعدادهای فنی هلنی ها در معماری و سکه زنی و هنر بهره بسیار می بردن. اما به تدریج که تجربه و مهارت پیدا کردن میراث ملی آنان هرچه بیشتر آشکار گردید پس اگر این رو ما نقشه ایران بدونیم دوستان تقریبا اشکانیان متعلق به این منطقه هستند یعنی این منطقه‌ای که دورش داریم با ماوس علامت میزنیم ساسانیان که مرکزشان در خود فارس بود اشکانیان را در سال 224 میلادی سرنگون کردند در دوران شاپور اول فرمانروایی از حدود 240 تا 272 میلادی سپاهیان ایران بر شرق تاختند از طریق هندوکش به هند به قلمرو کوشانیان دست یافتند و در غرب به انتاکیه تاختن و بر شام و کاپادوکیه مستولی شدن اه به شهر ما هم که رسیدن تو ترکیه <applause> این کاپادوکیه من همیشه یک احساس بسیار خوبی نسبت بهش داشتم پیدا بوده که این رو امپراتوری حخامنشی فد کرده و یکی از جاهای بسیار قدیم بوده حالا این رو بهتون نشون خواهم داد متحد کردن چنان امپراتوری که در سرزمین اصلیش نیز گروه های دینی گوناگونی وجود داشت مشکل بسیار بزرگی بود این گروه های دینی عبارت بود از زردشتیان زروانیان، مانویان، هندوها، بودایان یونانیان، یهودیان، مسیحیان و پیروان خدایان کهن یا همون پاگان پاگان رو پیروان خدایان کوهن میگفتند که در اینجا به گفته مترجم در اینجا منظور پیروان خدایان مختلف در روم و یونان بوده است خب نگاه کنیم ببینیم که ساسانیان به کجا تاختند خب همینطور که میبینید اینجا هندوکش هست روی نقشه مشخص شده های هندوکش هست و امپراتوری ساسانی در پارس بوده یعنی از اینجا اینها رفتن و بر کوشانیان مسلط شدند یعنی از طریق هندوکش و همچنین از این قسمت رفتن آنتاکیه در ترکیه فعلی هست نزدیک مرز سوریه مشاهده میکنید اینجا سوریه هست اینجا شهر آنتاکیا یا آنتاکیه از اینجا هم بر شام مسلط شدن این سوریه هم همیشه صحنه جنگ و جدل بوده از قدیم و از طرف دیگر بر کاپادوکیه که نزدیک شهر ماست اگر میبینید اینجا من هستم اینجا هم به قولی کاپادوکیه است اینجا منطقه ارگوب و اینجا کاپادوکیا واقع شده در واقع یعنی حدود 45 دقیقه راه هست با شهر ما نزدیکه تقریبا و از این طریق هم اومدن اینجا و کاپادوکیه و یک امپراتوری خیلی بزرگ رو تشکیل دادن مشاهده میکنید شهرهای کلیدی رو اینجاها از یونانی ها گرفتن از این ور هم رفتن از کوشانیان گرفتن خب ادامه کتاب رو دوستان بخونیم ببینیم چه شد همه جا رو که ساسانیان عزیز گرفتن بعد مسی... اه... کنستانتین یعنی بزرگترین دشمن فرمان روای ایران چه کرد؟ رفت مسیحی شد یعنی دید که فقط با ابزار دین میتواند در مقابل امپراتوری ایران مقاومت کنه خیلی هم حالا این وسط میگن که این مسلمون ها رو هم این امپراتوری های روم بیشتر آمدند و ترقیب و تشویق و حمله کردند و حتی اینها رو آموزش دادند و حتی دین براشون ساختن این هم یک روایت هست که من شنیدم این وسط بعد از اینکه کنستانتین که بزرگترین دشمن فرمان روایی ایران بود به مسیحیت گروید مسیحیان به از نظر سیاسی مورد سو زن قرار گرفتن در داخل ایران منظورش است به نظر میرسید دین مانوی را حل محتملی را برای حل این مشکل عرضه دارد اما بیشتر بر اثر کوشش های کرتیر که خصوصا مدافع سرسخت دین زردشتی و قدرت بزرگی در پشتیبانی از تاج و تخت بود دین زردشتی به عنوان دین رسمی سب شد این جناب کرتیر که اسامی مختلفی هم داره کردیر کردر کریر کردیر و یک تصویر از ایشون هم در نقش رجب هست این تصویری که اینجا مشاهده میکنید مربوط به جناب کردیر روحانی بزرگ زردشتی است در نقش رجب در استان فارس مشاهده میکنید، این جناب کردیر بوده است و ادامه کتاب رو بخوانیم اما بیشتر بر اثر کوشش های کرتیر که خصوصا مدافع سرسخت دین زردشتی و قدرت بزرگی در پشتیبانی از تخت و تاج بود دین زردشتی به عنوان دین رسمی ثبت شد تاریخ سیاسی و اقتصادی ایران ساسانی به پاندول متحرکی همانند است در قرن پنجم با سربرآوردن کشیش مزدکی که شکل نارسی از کمونیسم بود از نظر داخلی در ایران شکاف ایجاد شد هر جا این کمونیست با گذاشته لامصب باعث شکاف شده باعث پاشیدن اون کشور شده اینجا که نوشته این مزدکیان که خیلی چپی فکر میکردن باعث ایجاد شکاف شده و در 484 میلادی کشور از سوی شرق مورد تهاجم هفتالیان قرار گرفت در 531 میلادی خسرو اول که شاید بزرگترین فرمانروای کشور بوده است به سلطنت رسید او هفتالیان را شکست داد و بر شام استیلا یافت خب این هفتالیان یا هپتالیان چه کسانی بودند؟ اینها یک قوم چینی بودند که به خونهای سفید هم شهرت داشتند و از ایالت گانسوی چین به حدود تخارستان که افغانستان کنونی هست و اون زمان مرزهای شرقی ایران بوده هجوم آوردند از سال 420 میلادی تا سال 567 میلاد نزدیک 140 سالم حکومت کردند و سرانجام به دست انوشیروان شاهنشاه انوشیروان دادگر حکومتشون سرنگون شد جریان به قدرت رسیدنشون هم این هونهای سفید چینی که اونجا اومدن و خیلی از اون مناطق میبینید چینی هستن این کار این هونها و مغلها و اینهاست این هونها یک قوم اون یک قدرت یا یک دولت اونجا بوده به اسم کیداریان این کیداریان بازماندگان کوشانیان بوده پیروز پادشاه ایرانی بلند میشه با اینها نبرد میکنه و اینها هم تسلیم میشن میرن قندهار همین که اون شهر سقوط میکنه این هونهای سفید یا هفتالیان میان اونجا رو تصرف میکنن، پیروز دوباره میره با اینها میجنگه ولی تو اون جنگ اسیر میشه و قرار میشه که به اینها خراج بده. ولی چند سال بعد دوباره بلند میشه که انتقام بگیره ولی تو اون جنگ کل سپاه ایران از بین میره و ایرانی ها تا 140 سال خراج میدادند به این اونهای سفید این چش بادومی ها یکی دو تا دست گل برامون نداشتن خیال نکنید فقط عرب ها بودن ولی به هر روی خسرو انو شیروان دادگر در سال 567 میلادی بلند میشه و هونهای سفید رو حکومتشون رو براندازی میکنه از یک طرف هم ترکا بهشون حمله کرده بودن ترکایی از قبیلی سینجیو و خسرو و شیروان شاهنشاه ایران میاد و انتقام این 140 سال خراجی رو که روی ایران گذاشته بودن میگیره بشنویم ادامه کتاب رو اما بزرگترین موفقیت او در زمینه اصلاحات داخلی بود او قدرت سلطنت را دوباره تثبیت کرد و به اصلاحات مالی و کشاورزی و اجتماعی و نظامی دست زد و نظرات دولت را بر تعلیم و تربیت برقرار کرد و به برنامه وسیع سازندگی پرداخت. ثباتی که وی در جامعه بدان نائل شد چنان بزرگ بود که سرانجام به رکود و فساد دولت منجر گردید. این شاه چنان مورد احترام مردم بود که پس از مرگ او افسانی پیدا شد که بنا آن شاه بیان که مرده باشد به جهان دیگری رفته است و در پایان جهان با سپاهی باز می‌گردد تا دیوانی را که به ایران تاختند شکست دهد خب دوستان خسرو اول خسرو انوشیروان بوده که انوشیروان دادگر هم می‌گفتند و ازش یک سکه به یادگار مونده که نشان دهنده تصویری از خسرو انوشیروان دادگر هست اینجا میتونید مشاهده کنید خسرو انوشیروان دادگر خسرو اول در سال 610 میلادی ایران ساسانی آخرین اثر نمایان خود را به جهان عرضه داشت لشکریانش قرب را تا بسفور همون تنگه بسفور هست میدید روش کشتی سوار میشیده از زیرش رد میشید بوق میزنن و میرقصید و اینها این همون جاست و قسطنطنیه و دمشق و بیت المقدس و غزه و مصر در نوردید یعنی لشکریان ساسانی همه اینها رو گرفتن همین غزه و مصر و اسرائیل و همه اینا که با هم دیگه تو سر و کله هم میزدن زمانی جزء امپراتوری ساسانی بودند توسط امپراتوری ساسانی تسخیر شده بودند و همه ای اینها در طول 6 سال 610 تا 616 میلادی اتفاق افتاد اما ایران علا رقم این موفقیت برجسته که به ظاهر دلالت بر این داشت که این کشور در صده های بعدی قدرتی جهانگشا خواهد بود در 651 میلادی در برابر استیلای اسلام از پا درآمد. یعنی چقدر چهل سال بعدش چل و یک سال بعدش این چهل این کشور که کشمکش های داخلی آن را از هم گسسته و فاسد و راکت کرده بود نتوانست در برابر یورش پرشور مبلغان جنگ جوی آخرین دین جهانی یعنی اسلام پایداری کند پس از حمام خون اولیه زردشتیان شکنجه و آزار نظام متحمل شدند گروه بسیاری سیلاسا به اسلام گرویدند شاید نیروی حیاتی اسلام در مقایسه با آنچه آیین رو فساد دین رسمی توصیف شده است بیشتر موجب روی آوردن ایرانیان به دین جدید شد تا منحصرا شکنجه و آزار در این مورد نمی توانیم اظهار نظر کنیم اظهار نظر کردی شاید گفتی یعنی اظهار نظر کردی ولی کن با شمشیر می اومدن می گفتن شما میگی گی اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله یا سر میشه می شه. خب معلومه دیگه بیچاره زردشتی می گفته خب میگم ایران که دارای 17 هزار زردشتی است و بیشتر آنها در تهران و یزد و کرمان هستند تا امروز کشوری وفادار به اسلام باقی مانده است بله الان بیا ببین بالام جان بسیاری از پیروان وفادار به دین زردشتی به هند مهاجرت کردند و در آنجا جامعه پارسیان را تشکیل می دهند که تعدادشان حدود 120 هزار نفر است و اکنون بیشترشان در بمبئی متمرکز شدند. تعداد معتقدان به این دین که ابتدا در حدود 2500 سال پیش در دشتهای آسیای میانه تبلیغ می شد، پیوسته رو به کاهش است زیرا دیگر کسی را در این دین نمی پذیرند در صفحه 16 کتاب یک تصویر اومده دوستان با هم دیگه ببینیم تصویر مینوی هست با چهار بال البته این تصویر رو من با کیفیت تر پیدا کردم که اینجا مشاهده می کنید تصویر مینوی با چهار بال طور که مشاهده می کنید در اینجا مشخص هست در توضیحات این تصویر آمده است که مینویی که دارای چهار بال است و بر روی ستون عمودی دروازه پاسارگاد نقش شده است. در بالای این تصویر کتیبه بوده که اکنون از میان رفته. در آن به سه زبان آمده است که من کورش شاه خامنشی این بنا را ساختم. چنین میپنداشتند که این مینو روح محافظی است که از مدخل اقامتگاه سلطنتی پاسداری می کند. این نقش همانند آثار دوران اولیه به شیوهی ساده کنده شده است. بله این همون مینو هست که اینجا هم گویا از بین رفته این کتیبه الان روش یه چیزهایی گذاشتن که باد و بارون نخوره مشاهده میکنید ببینید از از انسان هم اومدن روش یادگاری نوشتن خب دوستان عزیز بخش دوم کتاب اساتیر ایران باستان نوشته ی آقای جان راسل هینلز به پایان رسید این مجموعه رو با دیگران به اشتراک بگذارید از ملیگرایان مردم گرا پشتیبانی کنید ما باید فرهنگ اساتیدی خودمون رو بازیابیم پاینده ایران جاوید شاه به درود تا درودی دگر